برای این قسمت دوباره اومدم سراغ استاد اعظم آقای نسیم نیکلاس طالب. من توی ویدیوهای متعددی تو این کانال از نوشته‌های ایشون استفاده کردم و فکر کنم اگر فرصتی باشه و ویدیوهای بیشتری بخوام تولید کنم، بازم سراغ نوشته‌های نسیم طالب میام. توی این قسمت میخوام از کتاب بلک سوان یا بوی سیاه کمک بگیرم. خیلی جاها اصلا وقتی میخوان نسیم طالب رو معرفی کنن به عنوان نویسنده کتاب بوی سیاه معرفیش میکنن، اینقدر این کتاب مهم و مشهوری شده. البته به نظر من کمی هم اجحاف هست در حق بقیه نوشته‌های ایشون، چون اونها هم برای خودش مطالب خیلی مهم و قابل تأملی توش وجود داره. توی فصل ششم کتاب روی سیاه نسیم طالب راجع به یک خطایی صحبت میکنه که یک خطای خیلی مهمیه که ما به سادگی مرتکبش میشیم و به راحتی هم در معرضش هستیم، یعنی دیگران این خطا رو میکنن و ما توی این خطا گرفتار میشیم، تحت عنوان نراتیو فالسی یا مغالطه روایت کردن، یا اگه بخوام خودمونی تر بگم خطای قصه بافتن. منظور از این خطا اینه که ما به طور کلی وقتی با یک سری دیتا و اطلاعات مواجه میشیم انگار برامون سخته که برای اون اطلاعات یه قصه ای نبافیم و ترجیح میدیم سریع قصه و یه حکایتی براش جور کنیم و اون برای اون اطلاعاتی تفسیری ذکر کنیم. حتی حرفی که طالب میزنه جالبه، میگه باید کلی انرژی صرف کنیم، کلی برامون سخته که قصه نبافیم، برعکس اون چیزی که به ذهن میرسه انگار قصه بافتن راحت تره برامون. این میشه خطای نراتیو فالسی. من با مثال‌های متعدد از جاهای مختلف و بین جمله فصل ششم کتاب بوی سیاه موارد مختلفی از این نراتیو فالسی رو برای شما نشون میدم تا باهاش آشنا بشیم، چون در ادامه ویدیو باهاش کار داریم و خیلی مطلب مهمی هست. فرض کنید که من به شما یک رشته از اعداد معرفی میکنم، مثلا میگم 2 4 6. من وقتی که این اعداد رو به شما معرفی کردم و گفتم، شما به طور اتوماتیک دارین به عدد 8 فکر میکنید، یعنی در واقع برای خودتون یه قصه ای بافتین و بعد از اون قصه منتظر عدد بعدی هستید. من میخوام تکرار کنم از کتاب Thinking Fast and Slow از دانیل کانمن. تو این کتاب دانیل کانمن راجع به دو سیستم فکری ما صحبت میکنه، سیستم یک و سیستم دو. سیستم یک سیستمیه که شهودی، سریع عمل میکنه، بی دقت و برای هر حالتی جوابی تو آستین داره، بلافاصله میپره جلوی جوابی ذکر میکنه. سیستم دو برعکس تحلیلگر، منطقی، محاسبه‌گره و کنده و تنبله، از این جهت که خیلی وقتا اصلا وارد نمیشه و کاری نمیکنه و هر چی سیستم یک میگه قبول میکنه. الان توی این مثالی که من گفتم به شما 2 4 6، این سیستم یکی که معطلش نکرده، پریده جلو و گفته 8 تمام. حالا سیستم دو باید بیاد سوال کنه و بررسی کنه که اصلا کی گفته 8، اصلا کی گفت شما حرف بزنی و آیا این کنه این کارو یا آیا نمیکنه. کنه من توضیح میده که آدمای مختلف در بکارگیری سیستم دوشون متفاوتن. خیلی‌ها به سیستم یکشون اعتماد 100% دارن، همون چیزی که به ذهنشون میرسه تمام و همون رو اعلام میکنن. خیلی اصلا نه، در خصوص سیستم دو با دقت‌تر هستن و سیستم یک رو به چالش میکشن. مثلا در خصوص همین سه تا عددی که به شما گفتم 2 4 6، اصلا میتونه قاعده این باشه که هر عدد از عدد قبلی بزرگتر باید باشه. به این ترتیب جواب میتونه باشه 2 4 6 2022، باز از اون قاعده در واقع داره تبعیت میکنه. یا نه، اصلا میتونه باشه 2 4 6 1، میتونه عدد از حاصل رو شدن یه تاس داره ظاهر میشه، خب عدد بعدی میتونه 1 بیاد. حرفی که نسیم طالب میزنه اینه، میگه وقتی ما یک روایت رو میپذیریم و اون رو به عنوان قصه میبافیم و به اطلاعات منتسب میکنیم، راه رو به روایت های دیگه عملا میبندیم. اینجاست که محتمله که 100% خطا کنیم. این ترکیب متناقضیه که خود طالب درست کرده، که ما با احتمال بسیار بالا داریم اصلا اشتباه میکنیم، چون از بین بی نهایت رابطه، بی نهایت روابط و روایت یکیشو پذیرفتیم و اونو داریم اعلام میکنیم و راه به روی بقیه بسته شده. مثال بعدی، فرض کنید که من به شما دو تا گزاره میگم. گزاره اول میگم که آقای اسمیت مرد، خانم اسمیت مرد. گزاره دوم میگم آقای اسمیت مرد و خانم اسمیت که دیگه دوری همسرش رو نمیتونست تحمل کنه، از غم هجران او دخ کرد و مرد. من دارم تو گزاره دوم حرفای بیشتری میزنم، دارم اطلاعات بیشتری میدم، ولی انگار منطقی تره، انگار درک و دریافتش ساده تره. تو گزاره اول وقتی دارم میگم آقای اسمیت مرد، خانم اسمیت مرد، ناخودآگاه این سوال اصلا میجوشه و به ذهن ما میاد که چرا، چی شد؟ انگار دنبال یک چیزی هستیم که یک رفتی به هم دیگه پیدا کنن. حتی اگر گزاره دوم طولانی تره و حاوی اطلاعات بیشتریه، انگار ما پذیراتریم برای گزاره دوم. این شکل دیگه از نراتیو فالسیه. در واقع نکته‌ای که طالب داره میگه اینه، میگه اطلاعات انتقالش و ذخیره کردنش گرون تموم میشه، هزینه داره. هر چیزی که به ما کمک کنه که انتقال اطلاعات رو ساده تر کنه و ذخیره کردنش هم ساده تر کنه، ما از اون خوشمون میاد، پذیرای اون هستیم. مثلا در خصوص همین آقای اسمیت و خانم اسمیت، این روابط و این نراتیو، این قصه‌ای که بافتیم کمک میکنه که اطلاعات ساده تر منتقل بشه، حتی اگه حجم اطلاعات بالاتر باشه. مثال بعدی، فرض کنید که من یک کتاب مثلا 300 صفحه‌ای به شما میدم و از شما میخوام که این کتاب رو بخونید و برای من روایت کنید که داخل این کتاب چی نوشته شده. خب شما باید برید کتاب رو بخونید و روایت خودتون رو از اون کتاب ذکر کنید، اطلاعات اون کتاب رو با قصه خودتون برای من در واقع به من منتقل کنید و حالا من پذیرای اون باشم یا نباشم.
اصلا یک کتاب 500 صفحه‌ای این بار به شما میدم، ولی فرق از اینه که این کتاب 500 صفحه‌ای همه صفحاتش عین همه، همه خطوطش هم عین همه و تو هر خطش هم یه جمله نوشته شده. درسته که حجم اطلاعات بیشتره، ولی انگار این اطلاعات متراکم‌تر شده، انگار این اطلاعات برای ما انتقالش ساده‌تره. شما با یک جمله میتونید این کتاب 500 صفحه‌ای رو بیان کنید، میتونید بگید که این کتاب حاوی این یک جمله است که مثلا ده‌ها هزار بار تکرار شده. نراتیو فلسی یه همچین کاری میخواد برای ما بکنه، میخواد بیاد اطلاعات رو فشرده کنه و اونها رو منتقل کنه و این میتونه بعضی جاها خطاهای بسیار بزرگی رو انجام بده. نسیم طالب ذکر میکنه از آقای آندری کولموگوروف. کولموگوروف یک ریاضیدان روس بود که مطالب خیلی جالبی رو تولید کرده، من جمله یک تست خیلی معروفی داره به عنوان کولموگوروف تست، اصلا معروف در خصوص پیچیدگی هست این تست کولموگوروف. فرض کنید که من به شما یک رشته از اعداد معرفی میکنم، مثلا میگم 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3 الی آخر. بعد شما میخوام که این اعداد چیه، داره این اعداد چجوری تولید شده. خب خیلی ساده، از شما میگم آقا این اعداد 1 و 2 و 3 هی تکرار شده پشت سر هم. حالا شما یک قسمت از این رشته رو کشیدین بیرون به عنوان نماینده، به عنوان روایت، به عنوان نراتیو دارید اینو به من ارائه میکنید، میگید که تکرار 1 2 3 این رشته رو تولید میکنه. حالا فرض کنید که من یک رشته از اعداد دیگه از شما بخوام که برای من تشریح کنید، مثلا 1 2 3 4، 1 2 3 4 الی آخر. تو این حالت هم فرق نمیکنه، تو این حالت هم سخت نیست، چون تو فرق قضیه اینه که شما باید بگید که این بار 1 2 3 4 هست که به عنوان نماینده، به عنوان نراتیو، به عنوان روایت کننده این رشته هست و بقیه‌اش دیگه تکرار اینه. طبق حرف کولموگوروف رشته دوم از رشته اول پیچیده تره. در واقع دلیلش هم اینه که شما برای اون روایتی که میخواین ذکر کنید باید حرفای بیشتری بزنید، باید یک نماینده بلندتری رو اعلام کنید. هرچی اون نماینده، اون روایت طولانی تر باشه، ما با رشته پیچیده تری مواجهیم. هرچی کوتاه تر باشه، با رشته دارای پیچیدگی کمتر مواجهیم. مثلا اگه یک رشته از اعداد باشه 1 1 1 1 الی آخر، این دیگه ساده ترین رشته است یا کمترین پیچیدگی رو داره. شما میگه عدد 1 تکرار شده، تمام. از طرف دیگه اگه مثلا من به شما بگم که رشته اعدادی که از روی رادیکال 2 یا عدد پی داره تولید میشه رو چجوری میخوای بیان کنی، اینجا دیگه به این سادگی نیست. عدد پی رو تا ده ها هزار رقم اشعار محاسبه کردن و دیدن که هیچ الگویی نداره. صدها ساله که دانشمندا دارن تلاش میکنن یه الگویی تو عدد پی پیدا کنن. همین تلاش بسیار زیادی که سعی کردن یه الگویی پیدا کنن، یعنی نیاز بشر به نراتیو فلسی. یعنی ما دوست داریم که یه قصه ای سر هم کنیم. از نظر تست کولموگوروف عدد پی یا عدد رادیکال 2 در نهایت پیچیدگی قرار داره و از نظر نسیم طالب ما اصلا به طور تکاملی این سیستم پیچیده برامون خوشایند نیست. گفتم همین تلاش دانشمندا که دنبال این بودن که یک قصه ای براش پیدا کنن، یعنی انگار ما خوشمون نمیاد از اینکه عدد پی الگو نداره. چرا هیچ تکراری نداره؟ چرا هیچ الگویی نداره؟ ما دنبال روایت کردن هستیم، ما دنبال این هستیم که بین این اطلاعات خام یه قصه ای براش ببافیم، حتی اگه قیمت این تمام بشه که صدها سال تلاش کنیم و در نهایت بشر پذیرفته که انگار قصه ای نمیشه گفت. از نظر تست کولموگوروف عدد پی در نهایت پیچیدگی قرار داره که خوشایند ما نیست. مثال بعدی رو نسیم طالب از تجربه شخصی خودش میزنه. طالب اصلیتش لبنانیه، تو خیلی کتاباش اشاراتی به لبنان و کشور محل تولدش هم میکنه و ظاهرا دلبستگی به اونجا داره هنوز. ذکر میکنه از زمان جنگ داخلی لبنان، چند ده سال پیش تو لبنان جنگ داخلی شکل گرفت، جنگ داخلی خیلی خونباری هم بود و کشتار زیادی هم اتفاق افتاد. میگه تو همون ایام یه دختر بچه‌ای تو ایتالیا افتاد تو چاه و بالاخره اینا کشورهای منطقه مدیترانه هستن، همدیگه رو اخبارش رو پیگیری میکنن، مال زمانی که اینترنت و اینها نبود. میگه تو کل لبنان انگار ملت همه زوم کرده بودن روی این دختره که تو ایتالیا افتاده تو چاه و اخبار اینو داشتن پیگیری میکردن، در حالی که مثلا پریروز تو محله اونوری بیروت مثلا 40 نفر مردن یا دیروز تو اون یکی شهر مثلا 50 نفر مردن. این اخبار 40 نفر کشته شدن و 50 نفر کشته شده اعلام میشده مردم، ولی مردم همه حواسشون به اون دختره بود که تو چاه افتاده بود تو ایتالیا. این رو هم نسیم طالب شکلی از خطای نراتیو فلسی میدونه. در واقع میگه که برای مردم مواجه شدن با این اطلاعات 40 نفر و 50 نفر سخت‌تره تا قصه و روایت اون دختره. مثلا احتمالاً پدر مادر دختره اومدن جلوی تلویزیون دارن صحبت میکنن، عکسای دختره رو نشون میدن. این برای ما تحریک کننده تره، ما با این بیشتر به جوش و خروش میایم تا یه سری عدد و یه سری دیتا. اینجا هم شکل دیگه از خطای قصه بافتن در اتفاق میفته. مثالی که اینجا میزنه طالب و یادآور مثال خیلی وحشتناکیه، حرفی از آقای استالین. استالین رهبر شوروی بود و تو زمانی که او رهبر کشور بود خیلی جنایات زیادی اتفاق افتاد، تعداد بسیار زیادی از مردم کشته شدن، ارقام وحشتناکی ذکر میشه. و وقتی که یه بار حالا ظاهرا از استالین سوالی میکنن یا حالا به چالش میکشنش، استالین یک جواب معروف میده که در تاریخ این جواب ثبت شده. میگه که مرگ یک انسان تراژدیه و خیلی دردناکه، ولی مرگ میلیون ها نفر آمار. در واقع انگار استالین هم متوجه داستان نراتیو فلسی شده بود، متوجه وضعیت ما در خصوص حساسیت ما به قصه و روایت شده بود که قصه و روایتی که برای ما مهمه، آمار آمار خیلی تعیین کننده نیست. البته از این در وجوه مثبت هم استفاده میشه. من
یکی میخوام بکنم از آقای پیتر سینگر. پیتر سینگر خب خیلی معروفه در جهت اینکه کمک میکنه برای افراد فقیر و کسایی که زیر خط فقر هستن، خیلی مطالب زیادی در این خصوص تولید کرده که خودش حالا جای بحث و بررسی خودش رو داره. سینگر ذکر میکنه که مثلا رفتن یک جایی در خصوص فقر در آفریقا با مردم صحبت کردن، گفتن ملت مثلا مردم تو آفریقا اینقدر میلیون نفر زیر خط فقرن، اینقدر نفر دسترسی به آب آشامیدنی ندارن، اینقدر از دختران مجبورن زودتر ازدواج کنن و چه اتفاقات وحشتناکی داره میفته، مردم کمک کنید. یه مقداری پول جمع شده و آخر مردم کمک کردن. در حالت دوم مردم گفتن که یه دختر بچه هست تو آفریقا به اسم آنیتا، این دختر بچه مثلا الان دیگه پدر مادری نداره، دیگه امکان مثلا غذای خوبی نمیخوره و احتمالا تحصیل نمیتونه بکنه و به نظر میرسه باید زود ازدواج کنه و چه فجایعی در انتظارشه، مردم کمک کنید. پیتر سینگر که تو حالت دوم مردم بیشتر کمک کردن، در حالی که به نظر غیر منطقی میاد. ما در حالت اول داریم در خصوص میلیون ها نفر صحبت میکنیم، در حالت دوم داریم قصه یک نفر رو روایت میکنیم. اینجا هم شکلی از نراتیو فالسی هست. پیتر سینگر ذکر میکنه از خطای ایدنتیفایبل ویکتیم افکت، یا اینکه وقتی یک قربانی برای ما قابل تشخیص، قابل ایدنتیفای کردن، ما داستانش رو انگار وقتی میشنویم برامون تحریک کننده تره، باهاش انگار بیشتر به حرکت در میاد و بیشتر کمک میکنیم. شاید تو حالت میلیون ها نفر هم درکی از اعداد نداریم، همین که حالا یه تعبیر دیگه هم که پیتر سینگر به کار میبره اینکه به شکلی ما احساس عجز میکنیم، انگار دیگه برای میلیون ها نفر دیگه کاریش نمیشه کرد. باز خطایی از قصه بافتن داره اتفاق میفته به شکل دیگه. تو این قضیه مؤسسات خبری اینو خوب فهمیدن، مثلا وقتی میخوان از مهاجران مثلا فرض کنید صحبت کنن، مهاجرایی که از یک کشور به کشور دیگه رفتن و شرایط سختی دارن، خب میتونن بیان اطلاعات بدن که اینقدر هزار نفر مهاجرت کردن، اینقدر هزار نفر تو فلان کمپ مثلا مستقرن و مشکلاتی دارن و اینها. این یه اطلاعات خام که میتونن به ما بدن، ولی این کارو نمیکنن. میرن مثلا با یه آدمی صحبت میکنن، مثلا با این آدم صحبت میکنن که این از کجا اومده، قصهش چی بوده، روایتش برای ما ذکر میکنن. اینوار قصه برای ما بهتر میتونه ما رو جلب کنه. تو این کار دیگه الان مؤسسات خبری استاد هستن و اگه میخوان اطلاعاتی هم بدن و اطلاعاتو در قالب یک قصه روایت میکنن، ما با قصه انگار بهتر میتونیم ارتباط برقرار کنیم و قصه بافتن برامون انگار تحریک کننده تره. در نهایت وقتی یک حالت پیچیده‌ای وجود داره و ما یه سری اطلاعات خام داریم که نمیدونیم این بین اینا چه روابطی وجود دارن، اون کسی برنده میشه که بتونه قصه بهتری بگه. نکته ای که دانکن واتس تو کتاب اخیر خودش طرح کرده، نه اینکه حرف درستری میزنه، حرف درستر مهم نیست، مهم اینه که اون قصه چقدر سر و شکلش بهتره، اون میچسبه و اون در نهایت برنده ماجرا میشه و این لزوماً میتونه حقیقت نباشه. یه مثالش هم که من تو یه ویدیو دیگه مفصل تو همین کانال راجع بهش صحبت کردم، همون تست معروف ماشملو هست که اونجا هم ما با یک سری دیتا مواجهیم، یه سری اطلاعات که نشون میده بین مثلا بچه‌هایی که اون ماشملو رو نمیخورن و زندگی بعدیشون یک کورلیشن، یک ارتباط وجود داره. یه سری دیتای خام هست، ولی ناخودآگاه انگار ما نمیتونیم تحمل کنیم این وضعیت رو. ما ناخودآگاه قصه ای براش میخوایم تولید کنیم و این همون نراتیو فالسی هست که حالا شرحش مفصله و تو اون ویدیو من مفصل توضیح دادم. رابطه بین موفقیت و شانس چیه؟ چه کسانی تو جامعه موفق میشن؟ به نظر میرسه این سوال خیلی مهمیه که آدمیزاد خیلی وقت داره تلاش میکنه یه جوابی براش پیدا کنه. من مشخصا خودم فکر میکنم که دو گروه وجود دارن که دارن تلاش میکنن برای این سوال یه جواب پیدا کنن. گروه اول که دست بر قضا گروه خیلی لاغر و نحیف و کم تعدادی هم هستن و خیلی هم سر و صدایی ازشون شنیده نمیشه، کسایی هستن که سعی میکنن یک جواب علمی برای این سوال پیدا کنن، واقعا بفهمن که چه اتفاقی داره میفته. روشی هم که اکثرا اینا به کار میبرن روشهای مدل سازیه که سعی میکنن یک مدلایی بسازن که شبیه باشه به وضعیت جامعه تا ببینن کدوم گروه ها و چرا موفق میشن. گروه دوم که اتفاقا خیلی پر سر و صدا و فربه و ثروتمند و به هر حال خیلی هم ازشون اخبارشون زیاد شنیده نمیشه، کسایی هستن که به اون گروه تعلق دارن که اینا ارادتمندان نراتیو فالسی هستن، یعنی کسانی که خیلی استاد قصه بافتن هستن و به نظرم این گروه رو اگه نخوایم اسم دیگه ای روشون بذاریم میتونیم بگیم اینا واقعا هنرمندن، آرتیستن، چون از هیچی قصه خیلی خوب میسازن. در خصوص این گروه دوم بیشتر بعدن صحبت میکنم. تو کمپ اول مدل سازی های خیلی زیادی اتفاق افتاده، در طی سالیان مدل های مختلفی برای جامعه ساخته شده. یکی از این مدل ها رو که اخیراً هم در واقع سر و شکل پیدا کرد و منبع اصلی همون مقاله ای هست که توی ویدیو قسمت اول بهتون معرفی کردم، شخصی به نام آقای آلساندرو پلوکینو در سال 2018 ساخت و ران کرد. پلوکینو یه دانشمند ایتالیایی هست که این روی این مدل کار کرد و الان دیگه شهرتی برای خودش کسب کرده. کاری که پلوکینو کرد این بود که در یک فضایی که معرف فضای جامعه هست 1000 تا ایجنت تعریف کرد. ایجنت رو مثلا نماینده یک فرد بگیرید، یک انسان. در خصوص این اشکال مدل چند دقیقه دیگه یک توضیح مختصری باید بگم خدمتتون. 1000 ایجنت رو داخل محیط مدل تعریف کرد و قرار داد. قبل از اون البته برای این ایجنت ها سطحی از مهارت و استعداد و توانایی هم مشخص کرد. نکته مهم اینه که این سطح مهارت و توانایی هر ایجنت رو از روی توزیع نرمال آورد، یعنی اینکه اکثر این ایجنت ها هلهوش مهارت متوسطی دارن
کسایی که مهارت و استعداد بالایی دارن تعدادشون کمه، اونایی که خیلی بی استعداد و بدون مهارت هستن تعدادشون بازم کم. شبیه همون چیزایی که در خصوص روابط انسانی وجود داره که توی ویدیو اول مفصل راجع بهش صحبت کردم. تفاوت دیگه ای که مدل پلوکینو داره اینه که اومد یک سری نقاط سبز رنگ و قرمز رنگ رو هم داخل محیط مدل رها کرد. نقاطی که دیگه ربطی به ایجنت ها ندارن و اونا خودشون دارن حرکت مستقل خودشون انجام میدن. نقاط سبز رنگ رو به عنوان نقاط خوش شانسی تو سیستم خودش تعریف کرد و نقاط قرمز رنگ نقاط بد شانسی. وقتی یه ایجنتی با یک نقطه سبز رنگ تصادم میکرد، مقدار پولش، مقدار امتیازی که کسب کرده بود بیشتر میشد. و وقتی با نقطه قرمز رنگ تصادم میکرد، مقدار ثروت یا پولش کاهش پیدا میکرد. در واقع اینها معرف خوش شانسی یا بد شانسی محیطی بودن. پلوکینو مدل خودش رو ساخت و برای یک دوره 40 ساله تعریف کرد و رها کرد و ران کرد. تعریفش هم این بود که یک انسان عادی به طور کلی یک فضای 40 ساله داره برای فعالیت اجتماعی از 20 سالگی تا 60 سالگی. وقتی پلوکینو این کار رو انجام داد و البته برای 100 بار متوالی هم ران کرد تا دقتش بره بالاتر، ناگهان با یک همچین شکلی مواجه شد. اصطلاحا دید که یک گروه کوچکی به یک ثروت افسانه‌ای دست پیدا کرد، ثروتی که در نسبت به بقیه جامعه به شدت متفاوت بود، از جنس همون هزار برابر و میلیون برابر. اما خب سوالی که مطرح میشه اینه که اینا چه کسانی بودن که به این ثروت افسانه‌ای دست پیدا کردن؟ و نکته کلیدی مدل پلوکینو این بود که هیچ مشخصه خاصی نداشتن. اینها کسانی بودن که خیلی آدمای معمولی بودن. از نظر talent و از نظر استعداد تقریبا متوسط بودن، یه ذره از متوسط بالاتر، مثلا 6 دهم بودن از فاصله 0 تا 1. در واقع حرف اساسی که پلوکینو داره میزنه اینه که میگه شما از روز اول اگر به این گستره این هزار تا ایجنت نگاه می‌کردی و می‌خواستی حدس بزنی که کدوم اینا به اوج موفقیت دست پیدا می‌کنه، هیچ راهی نداشتی، چون اینا آدمای خیلی معمولی بودن، آدمایی بودن که هیچ ویژگی خاصی نداشتن، فقط یک نکته متفاوت داشتن و اون این بود که چند بار با اون نقاط سبز رنگ تصادم کردن. در واقع اون شانس محیطی بود که تعیین کرد توی مدل کدوم آدما موفق‌ترین آدمای جامعه هستن. من البته یه نکته دیگه هم باید بگم. پلوکینو روی شانس محیطی توی مدل تاکید کرد و در واقع نقاط سبز رنگ رو برجسته کرد. می‌خواست بگه که استعداد و توانایی رو که خودش پخش کرده مهمه، در حد متوسط مهمه، اصل قضیه رو داره شانس محیطی ایجاد میکنه، ولی من میخوام روی همون استعداد و توانایی هم که پلوکینو به هر ایجنتی داد صحبت کنم. اون هم حاصل کار خود اون ایجنت نبود، اون هم چیزی بود که خالق این مدل، کسی که مدل ساخته بود، به اون ایجنت ها تخصیص داد که خود پلوکینو بود. در نهایت اگر بخوام اینجوری فکر کنیم، اون گروهی که به اوج موفقیت رسیدن توی مدل پلوکینو هیچ کار خاصی از خودشون نکردن. اون ایجنت یا مشخصه ای داشت که پلوکینو بهشون داده بود که مشخص شد این مشخصه خیلی مهم نیست، یا اینکه تصادم محیطی با خوششانسی های محیطی اتفاق افتاد که مشخص شد این خیلی اتفاقا مهمه. در نهایت تفاوت خیلی زیادی بین دو خصیصه وجود نداره. یک توضیحی هم راجع به این اشکال مدل به شما بدم. به این شکل مدل سازی اصطلاحا میگن agent based model. ما وقتی میخوایم توی سیستم پیچیده یک مشخصه رو بررسی کنیم، از این اشکال مدل استفاده میشه. یه سری ایجنت ساخته میشه که یک سری خصوصیات دارن، مثلا با تعداد n تا ایجنت توی محیط قرار میگیرن با اون خصوصیاتی که حالا ما حدس میزنیم که مهمه. بعد این ایجنت ها رو رها میکنن که توی این سیستم با هم دیگه فعل و انفعال و تراکنش با هم دیگه انجام بدن، اصطلاحا دچار اینتراکشن بشن، بدبستون با هم دیگه اتفاق میفته. از دل این بدبستون ها و تعاملات ناگهان یک خصیصه ای از این سیستم ظاهر میشه، متبلور میشه، اصطلاحا میگن دچار امرجنس میشه، و اون چیزیه که مثلا توی مدل پلوکینو این آرایش و تقسیم موفقیت بود. من در خصوص موضوع امرجنس میخواستم یک صحبت مفصلی بکنم ولی دیدم که خیلی طولانی میشه دیگه ویدیو، و اونو مکرر میکنم به یک زمان دیگه اگه فرصت شد. فقط همینقدر بگم که این خصیصه که به عنوان امرجنس میگن توی همه جای عالم دیده میشه، از شیمی و فیزیک و بیولوژی تا حتی مغز و جامعه شناسی، همه جا ما امرجنس رو میتونیم ببینیم. یعنی یک تعدادی عناصر مختلف دارن با هم تعامل میکنن، یک دفعه یک چیزی به وجود میاد که اولا انگار هیچ ربطی به اون مشخصات اولیه نداره، دوما قابل پیش بینی نیست. یعنی شما چند روزم بشینی به مدل پلوکینو نگاه کنی و به این ایجنت ها نگاه کنی، نمیتونی بفهمی که کدومشون در نهایت موفق خواهد بود. اون چیزی که موفقیت شکل میده یک چیزیه که قابل پیش بینی و قابل پیشگویی نیست. شبیه همین توی مدل سازی های باراباسی هم اتفاق افتاد. تصادفی نیست که باراباسی تو مقاله خودش و همینطور تو کتاب لینکد از واژه امرجنس استفاده کرد. باراباسی گفت وقتی نودها کنار هم قرار میگیرن و با اون دو تا تعریف خاص که گفتش که نودها یکی یکی وارد بشن و نودها با کمک اتصال ترجیحی به هم وصل بشن، وقتی این دو تا شرط رو گذاشت توی مدلش و مدلش رو ران کرد، گفتش که ناگهان دیدن بعضی از این نودها به شکل انفجاری دارای تعداد لینک خیلی زیادی شدن. و مسئله اساسی اینجاست که شما از روز اول اگر به این نودها نگاه کنی، یه سری دایره داری می‌بینی و هیچ راهی نداری که بفهمی که کدوم یکی از این نودها قرار اون نود نهایی باشه که به موفقیت نهایی دست پیدا می‌کنه، کدوم نودی که قرار دارای بیشترین لینک بشه، کدوم نودی که قرار تو اینستاگرام دارای تعداد فالوور بیشتری بشه.
انگار این اتفاقیه که با یه شانس اولیه اون نود جلو میفته، بعد دیگه اثر متیو وارد میشه، شانس قبلی شانس بعدی رو میاره و رو هم انباشته میشه، همون شکلی که آقای دکتر مدنی در خصوص شهرها توضیح دادن و یک گروه کوچک ناگهان به اوج قله موفقیت میل میکنن. این توضیح که اتفاق میفته که یک گروه کوچک ثروت عظیمی داره، یک گروه کوچک تعداد دنبال کننده های بسیاری داره، یک گروه کوچک از نودها لینک های خیلی زیادی داره، این توضیح توضیحی که خیلی اتفاق میفته و اصطلاحا بهش میگن توضیح توانی یا پاور لا. اگه کسی کتابای آقای تامس پیکتی رو خونده باشه که کتاب کپیتال ایشون معروفه، تو اون پیکتی به اشکال مختلف با نمودارهای مختلف توزیع ثروت تو جامعه رو نشون میده و نمودارهای خیلی خیلی ناراحت کننده ای رو توش نمایش داده. اکثر نمودارها از همچین توزیعی داره تبعیت میکنه، یعنی ثروت در دست گروه خیلی کوچیکیه که طبق مدل فلوکتینو گروه خیلی خاصی هم نیستن و هیچ توانایی خیلی خاصی هم ندارن، ولی دست بر قضا یه شانس اولیه، یک جلو افتادگی کوچیک اولیه اونها رو هل داده، شانس های بعدی در ادامه اومده و ناگهان به اوج موفقیت سوق پیدا کرده. یه مطلب دیگه هم بگم، فکر کنم اینم جالب باشه. من یک بار داشتم یک مباحثه و مناظره ای رو بین یک فیزیکدان از یک طرف و یک جامعه شناسی که مطالعات فلسفی داشت از سوی دیگه نگاه میکردم، یادآور تقابل گروه باراباسی و گروه دانکن واتس. جالبه که کسی که فیزیکدان بود چون مرتب توی مدل‌های شبکه‌ای خودش با همین توضیح پاور لا این اختلاف عظیم مواجه می‌شد، میگفت مثل اینکه باید فکر کنیم این وضعیت نرماله، وضعیت طبیعی انگار همینه. و از طرف دیگه اون جامعه شناس داشت از توضیح نرمال دفاع می‌کرد که میگفت اکثر متوسط‌ها باید در واقع دارای بیشترین فراوانی باشن و ثروت خیلی بزرگی نباید در جامعه باشه. اینجا بود که مثلا بحث‌های مثل عدالت، مالیات و غیره مطرح میشه که خیلی بحث‌های پیچیده‌ایه و نمی‌خوام راجع بهش صحبت کنم. اما اینو گفتم برای اینکه این یادآور یک خاطره هست که دانکن واتس تعریف میکنه. دانکن واتس گفتم با بک‌گراند جامعه شناسی بود، میگه من روزی که میخواستم شبکه مثلا دوستان رو بسازم، یعنی یک آدم چند تا دوست داره و یک شبکه براش بسازه، داشتم فکر میکردم که به کی میگن دوست، به کسی که من ماشینم ازش قرض میگیرم، رفت آمد خانوادگی باش دارم، یا اینکه همکارم باشه، اینکه نه فقط اسمشو میشناسم، همین که اسمشو بشناسم دیگه اون به اون میگن دوست. میگه اینقدر این قضیه منو درگیر کرد که احساس کردم با یک شرایط خیلی پیچیده مواجهم و نمیتونم مدلو بسازم، در نهایت رها کردم. از سوی دیگه باراباسی اینطور نبود، باراباسی با بک‌گراند فیزیک به شبکه پای گذاشته بود و حالا من که توی ذهن باراباسی نیستم و نمیتونم ذهنشو بخونم، ولی میشه حد زد که باراباسی بیشتر به رابطه بین اتم‌ها و مولکول‌ها فکر می‌کرد، خیلی درگیر این پیچیدگی‌های جامعه شناسانه نبود و به خاطر همین تونست مدلشو بسازه و اون نظریه انقلابی اتصال ترجیحی رو توی مقاله خودش ارائه کنه که مفصل راجع بهش صحبت کردم. اما بحث اصلی اینه که کدوم یکی از این دو تا توضیح طبیعیه؟ طبیعی اینه که همه چی حالت نرمال داشته باشه یا اینکه یک گروه کوچکی دارای بالاترین میزان قدرت و ثروت باشه. به نظر من نکته اساسی اینه که حتی اگر بخوایم از اون نظریه اون فیزیکدان هم دفاع کنیم و بپذیریم که طبیعیه که یک گروه کوچکی دارای بالاترین میزان قدرت و ثروت باشن، یه نکته واضحه و اون اینه که چیزی که اونها رو به اوج قله موفقیت میرسونه هیچ چیزی نیست جز شانس و مدل فلوکینو هم این رو تایید میکنه. و هم با گروه دوم. گروه دوم هم کسانی هستن که دلشون میخواد به این سوال جواب بدن که چه کسی و چرا موفق شد. اینها هم به دنبال جواب برای این سوال هستن، ولی به نظر من این گروه دوم رو بیشتر میشه در زمره هنرمندان رقب داد یا کسانی که نگاه آرتیستیک به موضوع دارن. حالا بیشتر راجع بهش توضیح میدم. قبل از اون میخوام راجع به آقای دانکن واتس دوباره صحبت کنم و نقل قولی ازشون در کتاب آخری که نوشته. عنوان کتابم متعب آمیزه، تحت عنوان همه چیز معلومه، که به هر حال همه چیز هم انگار معلومه. واتس از یک ترکیبی اسم میبره که به قول خودش ترکیب سمیه. دو تا پارامتر رو معرفی میکنه و این دو تا رو میگه وقتی در کنار هم میذاریم حاصل این یک وضعیت خیلی بدی رو رقم میزنه که به عناصرش اشاره میکنم. اولیش سوگیری گذشته نگاران است یا هایندسایت بایس. من توی دو تا ویدیو مفصل راجع به این سوگیری صحبت کردم، ولی به طور خلاصه اگه بخوام بگم توی این سوگیری اتفاقی که میفته اینه که ما وقتی یک پیشامدی تمام میشه و نتیجه مشخص میشه، انگار احساس میکنیم از اول معلوم بود که این نتیجه حادث میشه، دیگه اون حالت عدم قطعیت قبلی رو نمیتونیم درک کنیم و اون از دسترس ما خارج میشه. به این سوگیری میگن سوگیری گذشته نگارانه، چون در واقع داره گذشته رو نگارش میکنه، یعنی انگار میره میگه از اول یه چیزایی معلوم بود که معلوم نبود. عنصر دوم فرمول سمی دانکن واتس همون خطای قصه بافتنه یا نراتیو فلسی که مفصل راجع بهش صحبت کردم از قول آقای نسیم طالب. واتس میگه وقتی شما این دوتا رو کنار هم میذاری، چیزی که از میدون به در میشه لاک یا شانس هست. شانس دیگه جایی برای حضور نداره. مثلا شما نگاه میکنید توی یک جامعه، توی گروهی، یک گروه کوچکی به اوج موفقیت رسیده.
اولا سوگیری گذشته نگارانه وارد میشه، میگه این گروه از اول معلوم بود که به این نقطه میرسه. به هر حال یک مشخصاتی هم میتونی در این گروه پیدا کنی دیگه، آدما با هم فرق میکنن، هر گروه یک مشخصه خاصی داره، یک چیزی پیدا میکنی که به این گروه منتسب کنی با سوگیری گذشته نگارانه. دوم اینکه این گروه که حالا مشخصه خاصی هم داره در طول زندگیش مسیر پرپیچ و خمی طی کرده، بعضا کارهایی کرده که احتمالا کارهای خیلی ابلهانه ای بوده، ولی اینجاست که نراتیو فلسی وارد میشه یا خطای قصه بافتن. ما یه جوری قصه رو میبافیم که انگار این آدم در طی این مراحل میدونسته داره چیکار میکنه، انگار عنان اختیار کاملا در دستش بوده و به طور طبیعی به اوج موفقیت حرکت کرده. تو این ترکیب وقتی اینا رو کنار هم میذاریم، چیزی که غایب میشه شانسه و دیگه اون آدم شانسی براش قائل نیستیم که به اون نقطه رسیده، و خنده‌دار اینه که خود اون آدم هم میپذیره که شانسی وجود نداشته. من اینجا میخوام ذکر کنم از آقای لئونارد ملادینوف، ریاضیدان مشهور، که ایشون همکاری های خیلی جالبی با استیفن هاکینز داشته و با هم مطالب خیلی در خور تعاملی رو تولید کردن. البته اسم ایشون کمی زیر سایه اسم اون آدم بزرگ قرار گرفته و کمتر شنیده شده. ملادینوف یه کتابی داره که اگر فرصتی بشه راجع به این کتاب ملادینوف فقط من میخوام که دو سه تا ویدیو تولید کنم و بحث های خیلی جالبی رو توش طرح کرده. عنوان کتاب خیلی گویاست، راه رفتن مستانه. ما انگار مثل یه مستی میمونیم که داریم کج و مج میشیم و از یه طرف به یه طرف میریم و تصمیماتی میگیریم و جاهایی میریم که اصلا نمیدونیم خودمون داریم چیکار میکنیم. در نهایت فقط کافیه که به یه نقطه‌ای برسیم که کمی دست بالا داره، کمی موفقیت داره، دیگه انگار این مسیری که طی کردیم همش یک پلن بوده، یک برنامه‌ریزی بوده، برای همش یک قصه‌ای میبافیم، برای خودمون یک عناوین و یک مشخصاتی از روز اول پیدا میکنیم که انگار از اول معلوم بوده. و اتفاقا طبق حرفی که برادینوف میزنه، اون چیزی رو فراموش میکنیم که حاکم اصلی زندگی ماست و اون تصادف و شانس. من برای اینکه این گروه دوم رو بهتر بتونم به شما معرفی کنم رو و بشناسونمشون، میخوام از دو تا مثال استفاده کنم. مثال اول رو از همون مدل خودم استفاده میکنم، مدل پرتاب سکه. وقتی که سکه به مقدار پول نگاه میکرد و متناسب با مقدار پول وزن میگرفت، توی اونجا فرض کنید که شما دارید این بازی رو اجرا میکنید و بین دو شخص A و B مجری بازی هستید. در نهایت بازی تمام میشه و B برنده میشه با 194 دلار. حالا من به عنوان شخص جدیدالورود وارد میشم و میخوام نتایج رو تفسیر کنم. من وقتی به این نتایج نگاه میکنم و میبینم که B بازی رو با 194 دلار برده، میگم که این امکان نداره تصادفی باشه. این B حتما یک مشخصه ویژه‌ای داشته. این B حتما یک استراتژی خاصی به کار برده. مگر این اختلاف طبیعی نیست. حالا شما بالا بری پایین بیای، اصرار کنی که نه این شانسی بود، تصادف بود، من نمیپذیرم. اون چیزی که باعث میشه من نپذیرم نتیجه است. نتیجه اینجا حاکم مطلقه. وقتی که B 194 دلار برنده شده، ناخودآگاه اینجا نراتیو فلسی یا خطای قصه بافتن ما تحریک میشه. من یه قصه ای باید ببافم که نشون بدم که چرا B از اول معلوم بود که برنده است به خاطر سوگیری گذشته نگارانه و چه تصمیمات خوبی گرفت، خطای قصه بافتن. بنابراین طبیعیه که بی برنده است، شانس کجا بود؟ شانسی وجود نداره. ببینید این مدلی که داره اتفاق میفته. من یکی از بی استعدادترین آدم ها در زمینه مسائل هنری ام و نمیتونم قصه خوبی ببافم، ولی الان میخوام تلاش کنم که یک قصه ببافم. مثلا فرض کنید که من میگم A، حرف A روی دو تا پای خودش وایساده، مشکل حفظ تعادل داره، بنابراین دل نداده به بازی، خوب حواسش رو به بازی جلب نکرده، حواسش بیشتر به این بوده که نیفته زمین. بی در برعکس حالت سکون و ایستایی بهتری به زمین داره، بنابراین با دقت بهتری بازی کرده، هم سر و شکل بهتری از اول داشت و هم بهتر بازی کرده، مدیریت بهتری تو بازی اعمال کرده، 194 دلار هم برده. میبینید این مدلی میشه که من دارم با خطای قصه بافتن داستان رو میبافم و تو این مراحل چیزی که به اون میشه شانسه، شانس وجود نداره. شاید شما فکر کنید من دارم اغراق میکنم و دارم این قصه ای که میبافم دیگه خیلی دور از واقعیته، ولی مثال بعدی رو از دنیای واقعی میزنم تا بدونید که اتفاقا در دنیای واقعی خیلی این مسائل پیش میاد. دو نفری که شرکت گوگل رو تأسیس کردن الان دیگه جزو ثروتمندترین آدم‌های دنیا هستن و گوگل یکی از موفق‌ترین شرکت‌های دنیا شناخته میشه. جالب اینجاست که این دو نفر در سال 1999 تصمیم گرفتن که گوگل رو بفروشن. خریدار هم یک مجموعه شرکت‌هایی بود که می‌خواست در واقع گوگل رو تصاحب کنه. پیشنهاد قیمت اولیه فروشندگان 1.6 میلیون دلار بود که خریدار نپذیرفت. توی چونه‌زنی‌های بعدی عدد تا حدود 1 میلیون دلار پایین اومد. در مراحل نهایی حتی تا 750 هزار دلار هم راضی به فروش شدن، ولی خریدار نخرید و اعلام کرد که علاقه‌ای به خرید همچین شرکتی نداره. اشتباه بزرگی کرد. ما هم خیلی خوشحالیم که این اتفاق نیفتاد. به هر حال الان ما یک سرچ انجینی داریم که جوابگوی خیلی از نیازهای ما هست. اما مسئله اینه که چه اتفاقی افتاد که این خرید و این معامله شکل نگرفت؟
در واقع مدیران گوگل شانس آوردن، شانس محض. تا اینجا مشکلی نیست. به هر حال ما در زندگیمون به قول آقای ملادینوف مسیرهای پرپیچ و خمی رو میریم و شانس‌های مختلف میاریم. اشکال اینجاست که یک عده‌ای وارد میشن و برای این تصمیم گیری ها یا این روش مدیریت مدیران گوگل کتاب می‌نویسن. اصلا میان میگن که بیا یاد بگیر که مثل مدیران گوگل مدیریت کن. و طرفه اینجاست که خود اون مدیران دیگه سکوت میکنن. اونا نمیگن که من شانس آوردم. انگار اونا هم باورشون میشه که شانسی نیست. من اصلا از روز اول معلوم بود که دارم چیکار میکنم. اینجاست که اون فرمول زهرآگین واتس وارد میشه. سوگیری گذشته نگارانه و خطای قصه بافتن. انگار اینجاست که از روز اول این مدیران یک ویژگی داشتن که اصلا برازنده این موفقیت بودن. الان نزدیک 200 میلیارد دلار این شرکت ارزش داره. مسیری هم که رفتن مسیر عالی بوده. بیاین مدیریت رو از اینا یاد بگیریم. مشکلی با خوندن این کتاب ها وجود نداره. به نظر من این کتاب ها مفید هستند و میتونن کمک کنن به ما برای اینکه مثل قصه هستند. با عرض شرمندگی از همه کسانی که ادبیات داستانی تولید میکنن و من جمله مثلا کسی مثل آقای چخوف، نویسندگان این کتاب ها هم یه چیزی دارن در همون حد و اندازه تولید میکنن. به نظر من توی ادبیات و به خصوص جوایز ادبیات نوبل باید یک جایی به این گروه بدن، چون میتونن از هیچی قصه تولید کنن. مثل من بی استعداد نیستن که برای بیو ای اون داستان زشت رو درست کنن. نه، اینا بلدن، داستانهای خوب میتونن تعریف کنن. خوندن کتابشون هم خوبه، قبل از خواب خوبه. ما میتونیم کتابو بخونیم برای خوابیدن خوبه، مثل کتاب افسانه شاه پریان. اشکال اونجاست که این ادبیات جای علم رو میخواد بگیره و میخواد به صورت علمی و بیزنس مدل طرح بشه. اینجاست که کار خراب میشه. اینجاست که اگه کسی مثل پوپر نیست که اینها رو مفتزح کنه، شاگردان و آدمایی که پیروش هستن وجود دارن و اون کار رو انجام میدن. از لئونارد ملادینوف گرفته تا دانیل کانمن، نسیم طالب، دانکن واتس و رالف دوبلی. اینا کسایی هستن که حقیقت ماجرا رو نشون میدن. یه چیز جالبی هم که در بین این گروه اتفاق میفته رقابت در اون گروهیه که با هم دیگه دارن. بالاخره شما فرض کن میخوای یه کتابی تولید کنی و یک روایتی، یه قصه ای ببافی و بگی این گروه موفق از اول خوب بود، خوبم عمل کرد، موفق شد. خب این قصه تکراری میشه. دیگه چقدر میشه این قصه رو تکرار کرد؟ مدیران اپل از اول خوب بودن، خوب عمل کردن، موفق شدن. مدیر مایکروسافت خوب بود، خوب عمل کرد، موفق شد. خب نیاز داره که یک روایت جدیدتری تولید کنیم. اینجاست که اون روح هنرمندانه این گروه به دادشون میرسه و میتونن هر دفعه یک چیزای جدیدی تولید کنن. هر دفعه ما رو سورپرایز کنن که یک اندفعه دیگه داستان چیه. اینجاست که یکی کتاب مینویسه که بیا چرای خودت رو پیدا کن یا تعریف کن چرای خودت. حالا چرای خودت چی هست؟ اصلا چه جوری باید تعریف کنیم؟ برو دیوار یه سری خط بکش. حالا این خط رو ما می‌کشیم، هیچ اتفاقی نمی‌افته. یکی دیگه میاد میگه که من کلمات جادویی بهت یاد میدم. با این کلمات جادویی میتونی موفق بشی. اون کلمات رو یک عمر کار می‌بریم به هیچ جا نمی‌رسیم. دیگری میاد میگه که من در سوم رو برات باز می‌کنم. می‌بینید عنوان‌های خلاقانه به دست میاد. یه چیزایی فکر می‌کنن که اندفعه چی بگیم که توجه مردم رو جلب کنیم. در سوم رو برات باز می‌کنم تا مسیر موفقیت پیدا شه. حالا در اول و در دوم نمی‌دونی چیه که حالا در سوم در واقع برای ما قرار باز بشه. تو سال‌های اخیر یک مدل جدیدی شکل گرفته، استفاده از کلمات زشته. بالاخره طرف می‌خواد تو این رقابت عجیبی که شکل گرفته توجه‌ها رو جلب کنه دیگه. تو عناوین کتاب از افعال زشت به کار می‌برن برای اینکه بگه که من یه چیز متفاوتی دارم عرضه می‌کنم. من مسیر موفقیت رو به شکل متفاوتی پیدا کردم و به شما نشون میدم. در نهایت این قسمت می‌خوام ذکر کنم از آقای رالف دوبلی. کتابی داره ایشون تحت عنوان هنر شفاف اندیشیدن، کتاب خیلی خوندنیه. توی فصل دوم این کتاب یک روایت خیلی جالبی رو ذکر می‌کنه که به نظرم بیراه و بی ربط به موضوع بحث ما نیست. یک خطایی یا یک توهمی رو ذکر می‌کنه به اسم توهم بدن شناگر. شما حتما این مسابقات شنای المپیک یا قهرمانی جهان رو دیدین. وقتی که این گروه شناگران وارد میشن و تو صف استارت وای میسن، آدم حیرت می‌کنه از این بدن تراشیده اینها، دست‌های کشیده، بدن عضلانی و یک ذره چربی ندارن. هر بار که آدم این بدن این شناگران رو نگاه می‌کنه از خودش خجالت می‌کشه که چرا من اینجوری نیستم. تصمیم میگیره آدم که ورزش کنه، من برم شنا کنم، شاید من بدنم هم اینجوری بشه. ساعت‌ها مگه ورزش می‌کنیم و شنا می‌کنیم اونجوری نمیشه. حرف دوبلی اینه که این شنا نیست که بدن این شناگرا رو اینجوری کرده. این بدنشونه که باعث شده شناگرای خوبی بشن. این از جنس همون چیزیه که جای علت و معلول عوض میشه، یا یک اصلا همبستگی رو جای علت و معلول غالب می‌کنن و به مردم می‌فروشن. از این نظر نویسندگان اینجور کتاب‌ها واقعاً هنرمندن. قبل از اینکه بخوام به قسمت انتهایی این ارائه برسم، یک موضوع دیگه هم میخوام با شما در میون بذارم تحت عنوان شانس دوره‌ای یا شانس زمانی، به خصوص اینکه یک تجربه شخصی هم درش دارم که به نظرم خالی از لطف نیست. بحث اصلی این هست که یک نفر با یک سری استعداد و توانایی که از کنترل خودش خارجه، یک سری مشخصات خانوادگی و حالا مشخصات اجتماعی، ثروتی که مثلا ممکنه در اختیارش بوده که اون هم از کنترلش خارجه، در یک موقعیت تصادفی قرار میگیره، در یک دوره‌ای به دنیا میاد که اون استعداد و توانایی‌هاش خریدار داره.
چه بسا اون آدم اگر 2 سال زودتر یا 2 سال دیرتر به دنیا می اومد، همزمان نمیشد با اون اتفاق تصادفی و اون استعداد و تواناییش اصلا هیچ فایده‌ای براش نمی داشت. کسی که اینو خیلی خوب تر کرده اتفاقا کسیه که خودش متهم به بحث نراتیو فلسی یا خطای داستان بافیه، آقای مالکوم گلدول. به گلدول خیلی اشکالات بزرگی گرفتن که بعضی جاها یه چیزایی رو جای چیز دیگه جا زده و به خلق الله فروخته و یه قصه هایی بافته که خیلی حقیقت نداره. مثلا در کتاب تیپینگ پوینت ایشون کل انقلاب آمریکا رو وابسته کرده به یکی دو تا شخصیت خاص، در حالی که ما داریم در خصوص جوش و خروش یک ملت صحبت میکنیم و یک اتفاقی که در ابعاد بسیار وسیع افتاده. خیلی انتقادات زیادی به مارکوم گلدول شده که بحثی ندارم، ولی گلدول یک کتابی داره که کتاب شاخصیه و به نظر میرسه از کتابهای دیگرش متفاوته، به اسم Outliers یا ترجمه شده به استثنایی ها. گلدول رو این موضوع شانس دوره‌ای و شانس زمانی خیلی عالی بحث کرده، یعنی نشون داده اونجا که مثلا کسی مثل بیل گیتس که من ویدیو رو با شروع کردم، این از نظر زمانی هم خیلی شانس آورده. این در دوره‌ای به دنیا اومده که اولا کامپیوتر هم دستش بوده، استعدادی در این کار داشته، همزمان شده با توجه جامعه به کامپیوتر و این تونسته چیزی رو عرضه کنه که در اون تاریخ خریدار داشته و موفق شده و نشون میده که اگر این آدم 2 سال دیرتر یا 2 سال زودتر به دنیا می اومد، چه بسا اصلا تقریبا میتونیم بگیم چیزی نمیشد، یک آدم معمولی بود، یک آدم گمنام بود در تاریخ انسان ها. من تجربه شخصی که تو این مورد دارم این هست. اون سالی که ما می‌خواستیم وارد دانشگاه بشیم، من انتخاب خودم رشته الف بود. رشته الف رو انتخاب کردم. در اون روزگار حالا بالاخره شانسم زده بود، درسم بد نبود، شانسم زده بود که رتبه خوبی آورده بودم و شانسم زده بود و تونسته بودم که نمرات خوبی کسب کنم. شانسی تونستم در رشته الف قبول بشم و رشته الف جزو مثلا 1-2 تا 3 تا رشته اول. گذشت، من دیگه خب از این فضاهای انتخاب رشته و اینها دور شدم تا چند سال بعد با یک جوونی مواجه شدم که در حال انتخاب رشته بود. و دیدم که انتخاب اولش رشته ب هست و دست بر قضا رشته ب در زمان ما رشته اصلا محبوبی نبود و به عنوان رشته بود که کسایی که خیلی امتیازات خوبی نمی آوردن دیگه از سر ناچاری ب رو می خوندن. من سوال کردم فلانی ب الان چرا انتخاب میکنی؟ گفت ب الان دیگه نکته اصلی توی این زمانه اینه که ب در واقع شاخصه، سکه زمانه ب است. گفتم الف چطور؟ گفت دیگه الف به درد نمیخوره، الف کسی انتخاب نمیکنه دیگه، الف انقدر فرق تاثیر الف ریخته که همشون بیکارن. که خب بالاخره برای منم تجربه جالبی بود. میخوام بگم که خود من درگیر یک مسئله شانس زمانی شدم. یک دوره ای بود که به رشته مناسبی نبود. فرض کنید در اون دوره دوستی از من در رشته به پذیرفته شده بود. حالا که چند سال گذشته به در اوج شکوفایی و پولسازی و قدرته. چه چیزی جز شانس دوره ای میتونه توصیف کنه موفقیت اون دوست من اون که رشته به رو خونده؟ این همون چیزیه که مارکوم گلدول به زیبایی تو کتاب Outliers اشاره کرده و راجع بهش صحبت کرد. حقیقت اینه که ما الان در یک دنیای زندگی میکنیم که نتیجه و نتیجه نهایی که تعیین کننده ارزش آدم هاست و اونه که معلوم میکنه که کی باید بالا باشه، کی برنده است و کی بازنده است. دست بر قضا ما برنده ایم. ما کسایی هستیم که مدارک تحصیلی عالی داریم، ما کسایی هستیم که چقدر کتابای خوبی خوندیم، چقدر کتاب خوندیم اصلا، ما کسایی هستیم که چه مشاغل عالی داریم، چه حقوق و مزایای خوبی داریم، چقدر ثروت داریم، چقدر پول داریم، چه بدن آماده‌ای داریم، چقدر میتونیم ورزش کنیم، چقدر خوب حرف میزنیم، 2-3 تا زبون بلدیم، میتونیم خوب استدلال کنیم. ما برنده ایم. ما همه جوره بازی رو بردیم. اون کسی که باخته اصلا این ویدیو رو نمیبینه. اون آدم بدبختیه که انقدر حتی پول نداره که خرج یک زندگی بخورنمی رو بده. نتونسته یک مدرک تحصیلی بگیره. نمیتونه حتی زبون مادریش رو خوب حرف بزنه، چه برسه به زبون دوم و سوم. نمیتونه اصلا استدلال کنه. اگرم خوب حرف میزنه کسی شنوای حرفش نیست. کسی جدی نمیگیرتش. اون کسیه که لاغر، هر کاری میکنه چاق نمیشه. اون کسیه که چاق، هزار تا مرض داره، هر کاری میکنه لاغر نمیشه، چون توانایی و فرصت ورزش کردن نداره. اون کسیه که زندگی خانوادگیش هم حتی آشفته شده و به خاطر همین شکست خورده. ولی مقصر اصلی خودشه، گناهکار اصلی هم خودشه. Please hide me, run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, God, all on that day. I said, rock.